بنام خداوند متعال و با عرض سلام، شما بیننده تازه ترین رویدادات این ساعت از یک هستین. روند توزیع کارت های رایدهی توسط گروه های سیار در ولسوالی ها پایان یافت، اما در 6 ولسوالی به خاطر ناامنی مردم کارت رایدهی نگرفتن. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که در صورت تأمین امنیت آمادند تا در این ولسوالی ها ثبت نام را آغاز کنند. این نهاد از پایان یافتن روند رسمی انصراف نامزدان احتمالی سخن میزند و میگوید نامزدان احتمالی که به نفع نامزد دیگر میگذرند باید پیش از نشر فهرست نهایی رسما به کمیسیون مستقل انتخابات اطلاع دهند، در غیر آن آرایشان شمارش نمیشود. برای نخستین بار نیروهای هوایی افغانستان با هواپیماهای بدون سرنشین استخباراتی مجهز شدند. وزارت دفاع ملی میگوید که اکنون نیروهای هوایی کشور در بکارگیری از این هواپیماها در حال آموزش هستند. این وزارت انتظار دارد که به زودی کمبودهای نیروی هوایی کشور از میان برداشته شوند. شرکت هوانوردی افق شرق و شمار از کارمندان آن از سوی والی بدخشان ستایش شدند. ولی بدخشان میگوید که این شرکت سهولت های زیادی را در زمینه انتقال برای باشندگان به ویژه انتقال بیماران عاجل از این ولایت به کابل فراهم کرده است. در این حال مسئولان این شرکت میگویند که پس از ساخت فرودگاه های دایکندی، زابل، خوست و ننگرهار پروازهای این شرکت به این ولایت ها نیز آغاز خواهد شد. اینجا فرودگاه کابل است. شمار مسافران هم با نزدیک شدن زمستان به ولایت های دوردست افزایش یافته است. این افراد می خواهند از طریق هوا به بدخشان سفر کنند. بانوان، کودکان و معیوبان هم در این میان وجود دارند. سفر از طریق زمین تا بدخشان 7 تا 8 ساعت را در بر می گیرد. در زمستان حتی ناممکن است، زیرا راه های ولایت های دوردست بسته می شوند. هواپیما آماده پرواز است. با عبور از فراز همین کوه‌ها نزدیک بدخشان می شویم. هواپیما از سطح بحر 19500 فیت بالا است. معاون پیلوت این هواپیما می گوید که اکنون در نزدیکی های تخار هستیم. همین نقشه مسیر را برایش روشن می سازد. 10500 قرار داریم. بالای ولایت تخار به طرف فیض آباد روان هستیم. مسافران هم از آغاز فعالیت شرکت هوانوردی افق شرق به ولایت های دوردست خرسند هستند. برخی از این مسافران در مسیر رای بدخشان میگویند که این شرکت سهولت های زیاد را برای باشنده های ولایت های دوردست فراهم کرده است. این بسیار همخواری کرد به ما مردم بدخشان مظلوم، مریضای ما را، تکلیفدارای ما را، دیگه زخمی های ما را بسیار به صورت صحیح به درست به افغانستان به کابل میره. سهولیت دیر در افغانستان که خصوصا در افغانان و دوباره اغا چوب چیز دیر عجل کارونه لری. فرودگاه ولایت بدخشان است. به تازگی این گونه مجهز شده است. این پروازه بسیار غنیمت است و واقعا سکتور خصوصی افغانستان نه تنها به خاطر منفعت خود و بدنی سالمش سرمایه‌گذاری میکنه، بلکه جزوی از انفراستراکچر یا زیرساخته های ملی را تکمیل می کنه. با رسیدن ما به بدخشان ولی این ولایت شرکت هوانوردی افق شرق و کارمندان این شرکت را ستایش کرد. به گفته ولی بدخشان پرواز هواپیماهای این شرکت در رشد اقتصادی این ولایت و ایجاد سهولت برای رفت آمد به کابل بسیار سودمند است. این شرکت و از پرسونل و از کپتان و پرسونل پرواز هوایی شرکت افق شرق تقدیر کردیم و هدف ما این بود که از یک طرف از شرکت خصوصی افق شرق تقدیر کنیم و سکتور خصوصی را تشویق کنیم. در برگشت از بدخشان امبولانس یک فرد زخمی را به هواپیما می آورد. این فرد از سوی افراد ناشناس زخمی شده است. پزشکان بدخشان به نزدیکان این فرد مشوره دادند که او را به مرکز انتقال دهند. دیگه آوردیم در شفاخانه و قبول نکردن، بازی جا آوردیم گفت نمیشه مرکز ببرید. تنها همین شرکت هوانوردی افق شرق به ولایت های دور افتاده پرواز دارد. مسئولان نهادها و مقام های دولتی هم از طریق این شرکت به این ولایت ها سفر می کنند. بدون بدخشان ما تقریبا در یکان 10-11 ولایت تحت پوشش داریم. مثلا در میدان هوایی بدخشان هفته یک پرواز. هواپیما آماده پرواز است. برخی ولایت ها به خاطر طولانی بودن مسیران و برخی ولایت ها به علت مشکلات امنیتی رفتن باشنده های کشور را به این ولایت ها دشوار ساخته است.
افق شرق به ولایت‌های غور، فرا، بامیان، قندوز، نیمروز، هرات، بدخشان، فاریاب و شمار دیگر از ولایت‌ها پرواز دارد. به همین خاطر شمار از مسافران ترجیح می‌دهند از طریق هوا سفر کنند. پس از نزدیک به 1.5 ساعت به میدان هوایی کابل می‌رسیم. از شما تشکر و روزتان خوش.